سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. شجاع زکی هستم با گزارش‌های ویژه سفر باراک اوباما به کابل و امضای سند همکاری‌های راهبردی میان کابل و واشنگتن و واکنش‌های گوناگون در این باره. سرانجام پس از 18 ماه بحث و گفتگو میان کابل و واشنگتن، سند همکاری‌های راهبردی از سوی رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما در کاخ ریاست جمهوری به امضا رسید. باراک اوباما دیشب در یک سفر نامنتظر به کابل در دیدار از با رئیس جمهور کرزی به کمک‌های دراز مدت آمریکا به افغانستان و مبارزه مشترک با حرس افغانی تاکید پذیرید. در این حال رئیس جمهور کرزی امضای این سند را صفحه تازه در رابط هر دو کشور می‌داند. در این باره همکارم شریف امیری گزارش دارد، اما پیش از آن شریف حسنیار گزارش می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که دیشب در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمد، در دیدارش با رئیس جمهور کرزی امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن را گام مهم برای تقویت دموکراسی و تامین حقوق بشر در افغانستان میخواند. آقای اوباما که در کاخ ریاست جمهوری سخن میگفت بر پایان جنگ در افغانستان نیز تاکید کرد. امروز با امضای این پیمان راهبردی ما به یک آینده صلح آمیز نگاه میکنیم. به یاد داشته باشید، ما با هم یک جا به پیشرفت دست یافتیم. ما با یک توافق نامه درباره سپردن مسئولیت بازداشتگاه ها به افغانان و نیز توافق نامه درباره دادن رهبری عملیات های ویژه به نیروهای افغان نیز پیش از این دست یافتیم. و امروز ما می خواهیم بگوییم که ما در دراز مدت در راستای جنگ با حراس افغانی، آموزش نیروهای امنیتی افغان و تقویت نهادهای دموکراتیک افغانستان و پیشتیبانی از دست آوردها و محافظت از حقوق بشر همه افغانان با هم همکار خواهیم بود. با امضای این توافقنامه مردم افغانستان و جهان باید بدانند که افغانستان یک دوستی و مشارکت دراز مدت با ایالات متحده آمریکا دارد. در همین حال رئیس جمهور کرزی میگوید که این سند هنگامی به امضا میرسد که پیش از این موافقت‌نامه پایان یافتن عملیات‌های ویژه شب هنگام و سپردن مسئولیت زندان‌ها از سوی نیروهای خارجی به حکومت افغانستان میان واشنگتن و کابل به امضا رسیدند. امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا نه تنها اینکه هیچ تهدیدی را متوجه هیچ کشور سومی من جمله همسایه‌ها نمی‌سازد، بلکه امیدواریم باعث ثبات، ترقی و رفاه در منطقه ما شود. امیدوارم این سند استراتژیک که از یک جانب نشان بارزی از اراده مشترک ما برای مبارزه با تروریسم و کمک به صلح و امنیت جهانی و صلح و امنیت افغانستان باشد، از جانب دیگر موجب مسئولیت و سعادت برای مردم افغانستان گردد. این سند در حال میان دو کشور امضا می شود که پیش از این حکومت افغانستان نیز موافقت‌نامه های راهبردی را با کشورهای هند، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا امضا کرده است و قرار است که پیش از نشست شیکاگو سندهای مشابهی را با آلمان و استرالیا نیز امضا کند. در این حال باراک اوباما میگوید که کشورش نمیخواهد در افغانستان پایگاه نظامی همیشگی داشته باشد. آقای اوباما که از پایگاه نظامی بگرام برای شهروندان آمریکا سخنرانی ویدیویی داشت، میگوید تا هنگامی که افغانستان به ثبات دست نیابد، نیروهای آمریکایی از این کشور بیرون نخواهد شد. در این حال باراک اوباما به طالبان هشدار میدهد که باید از جنگ دست بردارند و بربند صلح بپیوندند. باراک اوباما درست در سال روز کشته شدن اسامه بن لادن وارد افغانستان شد. و پس از دیدارش با رئیس جمهور کرزی در کابل، نیمه های شب دوباره به فرودگاه نظامی بگرام پیاده شد و به شهروندانش درباره اهمیت امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن اطمینان داد. ماموریت را که در افغانستان آغاز کرده ایم باید تمام کنیم و این جنگ را به گونه مسئولانه به پایان برسانیم. دوستان آمریکایی من، ما برای بیش از یک دهه در زیر ابر تاریک جنگ سفر کرده ایم. اکنون ما می توانیم در افغانستان روشنی یک روز تازه را ببینیم. جنگ عراق پایان یافت. ما یک مسیر روشن برای انجام ماموریت در افغانستان داریم و همزمان القاعده را نیز به عدالت می سپاریم. واشنگتن امیدوار است تا نبرد در افغانستان به زودی پایان یابد. به
این جنگ در افغانستان آغاز شد و اینجایی است که جنگ در آن تمام خواهد شد. با ایمان به یکدیگر و چشم دوختن به آینده اجازه دهید تا کار را تمام کنیم و به دنبال یک صلح پایدار شویم. گفته های هم وجود دارند که سفر رئیس جمهور اوباما به کابل با آن هم در نخستین سال روز کشته شدن اسامه بن لادن بیشتر اهداف انتخاباتی در پی داشت و با این کار دست آوردهای خودش را در جهان به رخ می کشد. اما اکنون بیشتر امریکاییان خواهان پایان جنگ در افغانستان هستند، چنان که بر بنیاد تازه ترین نظرسنجی پشتیبانی شهروندان امریکا از جنگ افغانستان از 60% به 32% کاهش یافته است و 59% شهروندان امریکا خواهان بیرون شدن بیدرنگ نیروهای امریکایی از افغانستان هستند. همچنان کابل و واشنگتن با امضای این سند تعهد کردند که همکاری های راهبردی شان را در بخش های گوناگون گسترش خواهند داد. بر بنیاد تفاهم نامه هر دو کشور تامین صلح و ثبات، امنیت، مصالحه ملی، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی، تامین حقوق بشر و تشویق همکاری های منطقه‌ای را تقویت خواهند بخشید. سرانجام سند همکاری های راهبردی میان کابل و واشنگتن امضا شد. در این گزارش به برخی از بخش های کلیدی که دو طرف روی آن توافق کردند پرداخته شده است. در نخستین بخش های این سند به ارزش های دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان تاکید شده است. در بخش نخست این سند به ارزش هایی که دو طرف به رعایت آن مکلف هستند پرداخته شده است. احترام به حاکمیت ملی و برابری دولت‌ها تهداب این همکاری را تشکیل می‌دهد. احترام به حاکمیت قانون و همچنین رعایت سریع و روشن قانون اساسی و تمامی قوانین نافذ افغانستان بنیادهای این همکاری را قوت می‌بخشند. در بخش دوم این تفاهم‌نامه دو طرف بر حفظ و تقویت ارزش‌های مشترک میان دو کشور توافق کردند. طرفین موافقند که تعهد استوار به حفظ و تقویت ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر از پایه‌های بنیادی توافق و همکاری در آزمدتشان می باشند. با تأکید بر اهمیت محوری ارزش‌ها و اصول قانون اساسی خیش، افغانستان بر تعهدش در راستای حکومتداری فراگیر و کثرت‌گرا به شمول برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف به گونه‌ای که تمامی مردم افغانستان بتوانند در فضای عاری از مداخلات داخلی و خارجی در آن شرکت کنند، مجدداً تأکید می‌دارد. افغانستان بر تعهدش مبنی بر حمایت حقوق بشری و سیاسی در مطابقت با قانون اساسی و مکلفیت‌های بین المللیش به شمول میثاق بین المللی، حقوق مدنی و سیاسی مجدداً تأکید می‌کند. افغانستان مطابق به احکام قانون اساسی و مکلفیت‌های بین المللی خود نقش ارزنده زنان را در جامعه طور تامین و گسترش می‌دهد که آنان بتوانند از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگیشان به گونه کامل برخوردار شوند. در همین حال در بخش سوم این تفاهم نامه همکاری های راهبردی کابل و واشنگتن بر تامین امنیت درازمدت در افغانستان برای شکست القاعده و گروه های وابسته به آن نیز تعهد کردند. در این سند تاکید شده است افراد و گروه های می توانند مشمول روند صلح شوند که با القاعده قطع رابطه کنند، از خشونت دست بکشند و به قانون اساسی افغانستان و نیز به حقوق زنان احترام بگذارند. هر دو طرف به منظور تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان، کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی، مبارزه با القاعده و وابستگانش را همچنان ادامه می دهند. ایالات متحده آمریکا به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب درازمدت همکاری دو جانبه امنیتی و دفاعی افغانستان را به عنوان متحد عمده خارج ناتو تلقی می نماید. طرفین بر حمایت نیرومندشان از تلاش‌های افغانستان در راستای صلح و مصالحه تأکید می نمایند. ایالات متحده آمریکا تعهد می نماید که از سرزمین و یا تأسیسات افغانستان به عنوان نقطه آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی کند. با درک این که ثبات افغانستان در ترقی و ثبات آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد، ایالات متحده آمریکا تأکید می کند که هر گونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می پندارد. و در صورت وقوع چنین رویدادی طرفین باید هر چه عاجل در مشوره با هم پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسیشان طرح و تطبیق کنند.
در این سند همکاری‌های رابردی آمده است که کابل و واشنگتن روی یک تفاهم نامه دو جانبه امنیتی گفتگوها را آغاز خواهند کرد و تا یک سال دیگر این تفاهم نامه نهایی خواهد شد که بر بنیاد آن روشن خواهد شد که چه تعداد از نیروهای نظامی و غیر نظامی ایالات متحده آمریکا پس از سال 2014 میلادی در افغانستان خواهند ماند. در بخش چهارم این تفاهم نامه بر تقویت امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای پرداخته شده است. طرفین بر اهمیت روابط دوستانه و مؤثر میان افغانستان و همسایگانش موافق بوده و تاکید می‌دارند که این روابط باید بر اساس احترام متقابل، برابری و عدم مداخله در امور یکدیگر استوار باشد. در همین حال در بخش پنجم و ششم این تفاهم نامه کابل و واشنگتن برای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی، مبارزه جدی با فساد، مصرف 50% کمک‌های ایالات متحده آمریکا از سوی حکومت افغانستان، گسترش خدمات بهداشتی، تقویت نهادها و حکومتداری در افغانستان به ویژه از بین بردن ساختارهای موازی به شمول گروه‌های بازسازی ولایتی نیز تعهد کردند. بخش‌های هفتم و هشتم این تفاهم نامه بر چگونگی عملی شدن تعهدات کابل و واشنگتن که در این سند همکاری‌های راهبردی گنجانیده شده است اختصاص داده شده است. گفتنی است که این سند راهبردی میان کابل و واشنگتن برای 10 سال امضا شده است و تا سال 2024 میلادی اعتبار دارد. ادامه خبرها است طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز. امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن به این معنی است که آمریکا نمیخواهد افغانستان به دهه 90 برگردد. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن را استقبال میکند. به آن را به سود هر دو کشور میداند. با احترام کامل به حاکمیت ملی افغانستان و با احترام به تعهدات لیسبون، آنچه که این سند معنی می‌دهد این است که ما اشتباه دهه 90 را تکرار نمی‌کنیم. بر بنیاد این سند ما به ادامه همکاری‌های خود پس از سال 2014 متعهد هستیم. از سوی همانچه که نگرانی‌های کشورهای همسایه افغانستان از بستن این سند گفته شده است، نیز از سوی واشنگتن پاسخ داده می‌شود. ایالات متحده آمریکا با استفاده از خاک افغانستان بر هیچ کشور دیگری حمله نخواهد کرد. من انتظار دارم که کشورهای منطقه درک کنند که ما تعهدات دراز مدت با افغانستان داریم. پیش از این درباره بستن سند راهبردی میان کابل و واشنگتن برخی از کشورهای همسایه به ویژه ایران نگرانی های داشته است. اما واشنگتن متعهد شده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در این حال شمار از نمایندگان مجلس از امضای سند راهبردی میان افغانستان و آمریکا پشتیبانی می کنند. این نمایندگان می گویند که افغانستان کشور مستقل است و می تواند با در نظر داشت حاکمیت منافع ملی رابطه دراز مدت با هر کشور داشته باشد. این نمایندگان می افزایند که افغانستان نمی تواند برای منافع کشورهای همسایه منافع خودش را قربانی کند. پس از امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن، شمار از نمایندگان انجام این کار را یک نوید خوب برای آینده افغانستان می‌دانند. این نمایندگان از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند که این سند را باید با یک مدیریت درست و با در نظر داشت منافع ملی کشور عملی سازد. ما نمی‌تانیم که به خاطر نگرانی‌ها و یا مصلحت‌های کشورهای بیرونی منافع خود را قربانی منافع دیگران بکنیم. همچنان که دیگران حاضر نیستند که منافع خود را قربانی منافع افغانستان بکنند. با باور من اگر مدیریت درست باشد و در روشنایی حفظ منافع ملی افغانستان، دولت و مردم افغانستان بتانند سود از این موافقت نامه بگیرند، بدون شک در داشتن افغان باثبات، البته با حفظ حاکمیت ملی افغانستان کمک میکنند. در همین حال شمار دیگر از نمایندگان از حکومت می‌خواهند که این سند را هر چه زودتر به مجلس نمایندگان بفرستد. از حکومت می‌خواهید که این موافقتنامه هر چه زودتر در روسی جرگه در شورای ملی بفرستند تا مورد بررسی قرار بگیرد و تشویش‌ها و نگرانی‌هایی که هست ان شاءالله پایان داده شود. امیدوار هستم که این پیمان در داخل شورا به اتفاق آرا تصویب شود و یک نوید خوب بر مردم افغانستان بوده میتواند. این نمایندگان می افزایند تا هنگام که افغانستان خودکفا نشود به حمایت جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا نیاز دارد. گفتنی است که این سند برای تصویب به مجلس نمایندگان نیز فرستاده خواهد شد.
گفته نیست که شمار از احزاب سیاسی افغانستان از امضای سند همکاری های راهبردی میان کابل و واشنگتن استقبال می کنند. این احزاب سیاسی بان که امضای این پیمان را بسیار مهم می دانند، اما بر موجودیت بعضی کمبودی ها در این سند نیز تاکید می برسند. حزب حق و عدالت افغانستان امضای سند همکاری های راهبردی میان کابل و واشنگتن را مهم می داند و می گوید که با امضای این پیمان افغانستان داخل یک فصل نوین تاریخ می گردد. ما امید داریم که متن این سند هم از طرف افغانستان و هم از طرف ایالات متحده امریکا جنبه عملی داشته باشه و ما به حیث یک کشور فقیر و یک مملکت جنگ زده از وعده هایی که ایالات متحده امریکا با افغانستان کرده برای بازسازی و آبادی کشور خود استفاده های مثبت بکنیم. در همین حال سخنگوی حزب ائتلاف ملی افغانستان بانک از امضای پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن استقبال می کند، اما بر برخی از کاستی ها در این پیمان نیز اشاره می کند. چند کاستی داره. یک کاستی است که در ابتدا این سند مستند شده به جرگه عنعنوی افغانستان. یک سند حقوقی الزام‌آور نمی تواند به یک نهاد غیر الزام‌آور مستند شود. و نقطه دیگه مکانیزم اجرایی و تطبیق سند است که از نظر ما یک مقداری مشکل داره که در این رابطه باید یک فکر اساسی شود. گفته نیست که برای بستن پیمان راهبردی افغانستان با ایالات متحده آمریکا حکومت لوی جرگه سنتی را برگزار کرد. در این جرگه بیش از 1500 نماینده از سراسر افغانستان شرکت کرده بودند و به حکومت مشوره دادند تا با ایالات متحده آمریکا پیمان راهبردی را به امضا برسانند. ادامه خبر هاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما از تلاش‌های فرمانده کلونیری‌های خارجی در افغانستان، سفیر آمریکا در کابل و مشاور شورای امنیت افغانستان در پیوند با امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن ستایش می‌کنند. در این حال، برخی از آگاهان سیاسی و نظامی امضای این سند را یگان مثبت برای ثبات در کشور می‌دانند. رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن از تلاش‌های مقام‌های هر دو کشور در پیوند به امضای این سند ستایش کردند. از تیم زیارت ما به شما خصوصا آقای ران کراکر و جنرال آلن تشکر می‌کنم که با تیم افغانستان با صبر و شکیبایی این مذاکرات مشکل را دنبال کرده و به نتیجه مثمر برای هر دو کشور رسانیدند. من می خواهم از سفیر راین کراکر و از پنتا مشاور امنیت ملی و تیمشان به خاطر این کار فوق العاده سپاسگزاری کنم. در همین حال برخی از آگاهان می گویند که امضای چنین سند با یک دولت نیرومند جهانی مانند ایالات متحده آمریکا از نگاه سیاسی و حقوقی برای منطقه و جهان مهم است. پیمان استراتژیک امضا کردن با این قسم یک دولت قوی جهان مثل ایالات متحده آمریکا برای ثبات افغانستان و شخصیت حقوقی دولتی افغانستان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ حقوقی هم برای داخل هم در منطقه هم برای جهان مهم است. تابال هیچ حرکت قوت‌های خارجی خاصتا ایالات متحده آمریکا قانونمند نبود در افغانستان. اولین سند است که اینا را با اصول مقررات و قوانینی که وضع شده و حتی ببخشید با او تعهداتی که اینا می‌سپارند اینا را یعنی مسئول می‌سازد. از سوی همین آگاهان می‌گویند که اگر ایالات متحده آمریکا در این سند اصلاح حکومت، اصلاح رژیم، پیشبرد دموکراسی از راه شفافیت در انتخابات و از میان بردن فساد را در کنار دیگر شروط خود درج کرده باشد، یک سند خوب برای آینده مردم افغانستان و افغانستان خواهد بود. در این حال شمار از مقامات و باشندگان کشور درباره امضای سند همکاری های راهبردی با آمریکا خوشبین هستند. آنان میگویند که امضای این سند به نفع افغانستان است، اما آمریکا و جامعه جهانی نگذارند تا افغانستان دوباره به پناهگاه امن هراس افغانان مبدل شود. در این حال آنان تاکید می‌ورزند که نیروهای امنیتی افغان باید آماده شوند تا امنیت کشور را بدون حضور نیروهای خارجی به گونه کامل تامین کنند. باشندگان کشور از امضای سند راهبردی با ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کنند، اما مخالف ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکا در کشور هستند. شماری از باشندگان پایتخت از امضای این سند استقبال می‌کنند و می‌گویند که این کار به سود کشور است. نظر ما این از این کار بسیار معقول و
عمل نیک و خوب است. یگانه راه حلی که در این پیمان استراتژیک برای ما بسیار مهم است همکاری سیاسی و اقتصادی و همه آمریکا است. به طور کلی عملی شما 100% در این نظر مثبت دارم. در همین حال والی و شماری از باشندگان المند در باره امضای این سند گفته های دارند. مکه سنگا چه پترون که رقیلی دی چه افغانستان نبا امریکا متحده ایالات سیمه تا دی سیمه هیوادونو تا او گوانهیو تا خطر نوی فهمده شکل با دی همسایگانو نه هم افغانستان ده خطر متوجه نوی او که خطر متوجه وی امریکا متحده ایالات باید دغه خطر پر افکولو کې د افغانستان ترڅنګ ودی د افغانستان د راتلونکو آینده به ډیر زر خلکو ته جوړ تسي او خلک به په دیوانی پوسی چې هغه څنګه نتیجه لري. حسوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ننګرهار از امضای این سند خوشبین هستند، اما میگویند که باید این سند به خواست مردم افغانستان آماده شده باشد. استراتژیک پلن پاک لا تر شوی که هغه لاسلیک شوی د افغانستان د خلکو لپاره د تایید ول نه او که پکې کمواله او زیاتواله راغلی هغه د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده او نه تایید دی. د نیملي تضمین وخصل شي تر څو چې د همسایګانو هغه ویره او ترس موجود ده چې هغه ته ولړګر نه وي. در همین حال برخی از باشندگان ولایت بلخ و هرات درباره امضای این سند میگویند که این کار به سود کشور و مردم افغانستان است. مخالف از اینکه کشور ما یک میدان جنگ شود، میدان رقابت‌های سیاسی بین آمریکا و کشورهای دیگر شود، ما از این جهت مخالف پیمان استراتژیک در افغانستان هستیم. جامعه ما و شما نیاز به پیشرفت دارند و در شرایط فعلی ما اینطور فکر می‌کنیم که امضای پیمان راهبردی به نفع افغانستان است. از ما به نظر استراتژی پیمان در افغانستان و در آمریکا ترمنس کولش افغانستان سوکالی او آبادی تو وسیع. این سند در حال میان کابل و واشنگتن به امضا می رسد که قرار است مسئولیت های امنیتی کشور تا سال 2014 میلادی به نیروهای افغان سپرده شود و نیروهای خارجی پس از این سال افغانستان را ترک کنند. درست 6 ساعت پس از امضای پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن در حمله توری در کابل 7 تن به شمول 2 کودک جان باختند و 17 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال رئیس جمهور کرزی کشته شدن غیر نظامیان و کودکان دانش آموز را در این رویداد به شدت نکوهش می کند. کابل امروز هم بامدادش را با یک حمله انتحاری آغاز کرد. در این رویداد 4 مرد انتحاری بر مهمانخانه گرین ویلج که شهروندان خارجی کارمندان ایساف بوده باش دارند حمله کردند. این مهمانخانه در منطقه قابل بای کابل در جاده پل چرخی در کنار یک مکتب قرار دارد. این رویداد درست هنگامی صورت می گیرد که دانش آموزان به مکتب می روند. بسیار اوضاع خراب بود. اردو ملی ما نمی باند ما بیان به داخل مکتب. که می ورور وطه او چه مکتب تلر شد. مکتب نیز دیده دی گرین هاوس سره. با دی وقت که دیو انفجار غگ راگه. زمان کور تر دیر زیادی دوریم راگ للی. حراس وجود دارد که مردان انتحاری به داخل این مهمان خانه هستند. دیری نمیگذرد که صدای چند انفجار از داخل این مهمان خانه شنیده می شود. صدای انفجارهایی که دو انتحار کننده دیگر مواد همراهشان را به داخل این مهمان خانه منفجر می سازند. یک انفجار داخلی دروازه شده و دو انفجار در داخل شد که خود انتحار دادن و یکیش موجه در واسکتش البته کشته شد در داخل پیش دروازه. سرانجام اجازه رفتن به خبرنگاران به محل رویداد داده می شود. انتحار کنندگان با بکارگیری از همین موتر به اینجا حمله کردند. چندین موتر دیگر هم در نزدیک این رویداد از بین رفتند. تمامی سرنشینان این موتر که غیر نظامیان بودند سوختند. تنها پارچه های سوخته شده از استخوان های آنان باقی ماندند. تصاویری از پارچه های نان که سرنشینان این موتر با خودشان داشتند. با
آنچه ما تا کنون می دانیم این است که یک گروه کوچک از خراسان‌افغانان در شرق کابل حمله کردند. در محله که بسیاری از غیر نظامیان در آن بودوباش دارند و کار می کنند. خوشبختانه ISAF هیچ تلفاتی در این رویداد نداشته است. اما گواهی تلفات غیر نظامیان با ویژه زخمی شدن کودکان در این حمله بودیم. این هم مکتبی در کنار این مهمانخانه. با آموزگاران و دانش آموزان این مکتب نیز آسیب رسیده است. کتاب هایی که از یک دانش آموز صنف پنجم در محل رویداد باقی مانده است. از خانه که بیرون برآمدیم پیش شاگردای مکتب دو سه نفر شهید و سه چهار نفر زخمی اموار برداشتیم دیگر بسیار حالا بود. داده شلی بس تور شاگردان نبودن یا تور شاگردان هم پکی اوم لگیدن. با این همه طالبان با پخش خبرنامه کشته شدن غیر نظامیان را در این رویداد رد کردند. هرچند تصاویری از تلفات غیر نظامیان در این رویداد مشهود است. طالبان هدف از این حمله را واکنشی در برابر امضای پیمان راهبردی کابل و واشنگتن و سفر برک آباما به کشور گفتند. این رویداد همزمان با سال روز کشته شدن اسامه بن لادن صورت می گیرد. با باور آگاهان این حمله ثابت می سازد که طالبان پیوند نزدیک با شبکه القاعده دارند. این بار نخست نیست که نهادهای مربوط به نیروهای خارجی در کشور با ویژه در پایتخت آماده حملات انتحاری قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در روزهای اخیر در حملات زنجیره‌ای که در کشور با ویژه در پایتخت رخ داد، افغان مهاجم بر کمپ نیروهای ترک حمله کردند. این درگیری چندین ساعت به در آثار کشید. عبدالولی آریان، فلو نیوز، محل رویداد، کابل. این بود خبرات این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.